خب درود به همگی، قراره توی این ویدیو با هم یه اوبونتو رو نصب کنیم در کنار ویندوز 10، ویندوز 11 و دوال بوتش کنیم، یه فرست ایمپرشن بگیریم و اینجور چیزا. خب میریم سایت اوبونتو، از بخش دانلود اوبونتو LTS رو دانلود میکنیم. خب تفاوت نسخه LTS با نان LTS اینه که نسخه LTS لانگ ترم ساپورت، یعنی اینکه حالا فکر کنم 4 سال بوده، مطمئن نیستم ولی فکر کنم تا 4 سال حالا باگایی که بخوره آپدیت خوب میگیره و شما میتونید مشکلاتتون رو مطرح کنید و براتون برطرفشون میکنن، نه که برطرفشون کنن، بهتون راهنمایی میکنن چجوری برطرف کنین و ثبات بیشتری در کل داره، استابیلیتی بیشتری داره. خب حالا ویرچوال باکس هم باز میکنم، این جایی که ویندوز هم ریختم و میارم. ببینید اول باید ویندوز ریخته باشیم، چون اگه ویندوز بخواد برای دوم ریخته بشه، یعنی بعد از لینوکس ریخته بشه، میاد بوتلودر رو تصاحب میکنه و دیگه اصلا لینوکس به خاطره ها سپرده میشه، یعنی که شما اون بوتلودر رو از اول نصب کنید. خب اما از اونجا که پارتیشن بندی ویندوز یه چیز فیکس هست و یه جوری میچینتش مایکروسافت که شما نتونین چیز دیگه بعدش بریزین، اگه البته اگه تمام هارد خودتون پر کرده باشین، اگه یه مقدارش خودتون آزاد گذاشته باشین که هیچی، ولی اگه تمامش پر کرده باشین، مایکروسافت میاد آخرین پارتیشنشو میذاره توی بخش چی، یکی از پارتیشنای سیستمیشو میذاره آخرین پارتیشن و شما نمیتونین دیگه از پارتیشن دیگه بکاهین. بنابراین من قبل از اینکه کارو بکنم از یه نرم افزار که نه، یه تول، یه ابزار به اسم پارتیت مجیک استفاده میکنم که یه لینوکسی هست. البته من باید مطمئن بشم که این لایوش هم فعاله. خب یه لینوکسی هست که ابزارهای پارتیشن بندی روش داره، یه ویدیو قرار راجع به همین بسازیم، کلا راجع به پارتیشن بندی صحبت کنیم. اما فعلا من از اونجایی که روی UEFI هستم، باید که اینو وقتی که اینجا وارد میشم از طریق EFI shell ورود کنم و انتخاب کنم که از روی این باز بشه، نه اینکه چون هر کاریش هم بکنم به هر حال چون که اون بوتلودر ویندوز رفته سمت بایوس و روی بایوس نوشته شده، من هر کاریش هم بکنم به هر حال اون بوتلودر ویندوز من کار خودش رو میکنه، اصلا من بوت هارد دیسک هم غیر فعال بکنم باز اون ویندوز بوت میشه. بنابراین من مجبورم از طریق EFI یا حالا بایوس EFI مجبورم اقدام کنم و وارد بشم بهش. خب اینم از پارتد ماجیک که بالا اومده و حالا ما بعد از ابزار جی پارتد استفاده کنیم که یه ابزار خیلی خوبی در زمینه یه پارتیشن بندیه. و کجا رفت ابزارش؟ سرچش میکنم، دیپارتد رو باز میکنم و میخوایم یه شرینک و اینجور چیزا داشته باشیم با هم دیگه. خب این درایو، ایناشش، این درایو من باید حجمش رو زیاد کنم، یا حالا حجمشم زیاد نه، ولی حجمش رو کم کنم. این درایو من باید ازش یه مقداری حجم بگیرم و حالا بخوام این کار انجام بدم، ریسایزش باید بکنم، اینو یه کوچولو کم کنم. چقدر میخوام مثلا برای لینوکس هم بگم 40 گیگ بهش بدم، 40000 مگابایت. حالا اینو باید مووش کنم بیارمش عقب. دقیقا مشکلمون همین بود، وگرنه میشد عادی هم کار انجام داد. من باید اینو بیارم عقب که اون آخر خالی بشه، مسئله نیست، چیزی نداریم که لاس بشه و اینم وضعیتی که داریم. 40 گیگابایت برامون، حالا تقریبا 40 گیگابایت، اینا به بیت و باینری و اینجور چیزا میشه دیگه، حالا خرابکاری میشه. خب این اپلایشو میزنم، میگم کارتو انجام بده و اینم میاد کارش انجام میده. دو تا جاب داشته، یه دونه این که از اون یکی کم کنه، دومی که این یکی رو بیارتش عقب. خب دو تا جاب داشته انجامش داد، تموم شد دیگه، میتونیم بریم و داره ریفرش میکنه، میخواد ببینه وضعیت چجوری شد. همینجوری میبینه این یکی باز شد. خب من اینو خاموشش میکنم و با اوبونتو دوباره روشنش میکنم.
کاری که میکنم اینه که پارتد مجیک رو ازش در میارم، به جاش اوبونتو میذارم. همون روند قبلی رو طی میکنیم. دوباره وقتی که وارد شدیم ورود میکنیم به EFI و از بوت منیجر میگیم برو CD رو باز کن. اوبونتو رو باز میکنیم. خب الان داره دیسک منو چک میکنه ببینه وضعیت دیسک من چجوریه. تا این چکشو میکنه یه کوچولو فوروارد میزنیم که وقتمونو نگیره. خب اون بخشش تموم شد، داره اسپلش بهمون نشون میده. به این صفحه که داره اینجا کوچولو میچرخه میگیم اسپلش، که در واقع یه سری، الان اگه این نباشه میتونید ببینید که یه سری پیغام داره از طرف کرنل و حالا سخت افزار این چیزا با هم رد و بدل میشه. این نویسه فلان چی فیل، فلان چی پاس، فلان چی سکسسفول، این چیزا و میره تا آخرش. برای اینکه حالا ما خیلی اذیت نشیم اینو بهمون نشون میده. دقیقاً روی ویندوز هم داریمش، حالا شکلش متفاوته. ما راستی این سفیده که اینجا میبینید به خاطر نور خورشید افتاده روی پرده کروماکی پشت سرم و این شکلی شده. خب حالا این اومده بالا و اول که ویلکام سکرینش، شما میتونید زبانتون عوض کنین بذارین روی فارسی و مشکلی هم پیش نمیاد واقعا. البته من خودم توصیهش نمیکنم، یعنی خودم باش راحت نیستم، نه که توصیه نمیکنم، بنابراین روی همون انگلیش نگهش میدارم. دو تا آپشن داریم، یکی ترای اوبونتو یکی اینستال اوبونتو. در مورد ترای اوبونتو باید بگم که لینوکس یه قابلیت دارن به اسم لایو میدیوم، اونم اینه که شما میایین حالا اون سیستم عامل لینوکس رو که دانلود کردین میریزین روی فلش و هر جا برین یه هاردور داشته باشین میزنین بهش، از طریق همون بوت منیجرتون بوت میکنین داخلش و مثل سیستم عامل عادی براتون بالا میاد، میتونین باش کار کنین، همه کار میتونین باش انجام بدین. فقط اینکه لایو و فریز، یعنی فایل نمیتونین توش بریزین. اگه بخواین بریزین مجبورین یه درایو پرسیستنت ایجاد کنین، مثل توی ویدیو تیلز که گفتم، ویدیوش هم میذارم اونجا. و حالا دیگه اگه پرسیستنت ایجاد کردین که دیگه خیلی خوب میشه. اما در کل این که شما میتونید یه لینوکس رو بریزین روی یه فلشی با خودتون ببرین اینور اونور و هی لایف بازش کنین بدون اینکه هیچ نصبی بخواد صورت بگیره. برای این کار هم شما میتونید از همون دیسکی که داشتین و به کمک روفوس که براتون گفته بودم انجامش بدین، که لینک روفوس رو میذارم توی دیسکریپشن. و یا میتونین حالا توی اگه خود لینوکس هستین با کامند dd یا بلنا اچر هم باز هست، واسه هر سه تا پلتفرم مک او اس و ویندوز و لینوکس هست، میتونین به کمک اینا بریزینش روی یه فلش با خودتون برین اینور اونور. اما ما میخوایم امروز اینجا اینستال اوبونتو کنیم. خب اینجا از ما میخواد که کیبورد لی اوتمون رو انتخاب کنیم. کیبورد لی اوت باید برای من باید انگلیش یو اس باشه. حالا شما با توجه به کیبوردی که دارین مجبوریم که انتخاب کنین. ببینید برای اینکه تشخیص بدید، اگر که انگلیش یو اس باشه عین مال من، بالای کلید اینتر شما کاراکتر بک اسلش یا پایپ رو دارین. پایپ یه خط صافی هست، بک اسلش خط این شکلی هست. و اگر که این بالای اینتر شما باشه معنیش اینه که عین مال من انگلیش یو اس. اگر که بالای اینتر شما این نباشه و یه حرف باشه، خب دیگه تکلیف مشخصه. البته مشخص هم نیست، باید برین دیگه چکش کنین. خب کانتینیو میزنم با همه انگلیش یو اس. اینجا بهم میگه که میخوای چجوری اینستالش کنی. میگم همین نورمال اینستالیشن برام بکن، چون من میخوام آفیس رو داشته باشم، وب براوزر رو داشته باشم، حالا یه سری ابزارها هم داشته باشم. مینیمال اینستالیشنش میگه من برات وب براوزر رو میریزم، فایرفاکس رو میریزم، یه سری یوتیلیتی کوچولو هم برات میریزم. حالا یوتیلیتی مثل چی؟ مثل گنوم دیسکس که بهمون وضعیت دیسک های ما رو نشون میده و حالا ماشین حساب باشه، ترمینال باشه، اینجور چیزا. این چیزای اساسیه، نرم افزار کاربردی اساسی. اینا رو رات می‌ریزم. بعد دانلود آپدیت هم داشته که غیر فعال برای ما. و مورد آخری که میگه یه سری حالا نرم افزار دیگه هم برات می‌خوای بگیرم، میگم نه نمی‌خوام دیگه، حوصله‌ام نمیشه، ساب کنم. کانتینیو می‌زنم. خب میرسیم به جایی که باید وضعیت پارتیشن بندیمون رو تعیین کنیم. یکی این که میگه من اوبونتو رو برات کنار ویندوز بوت منیجر می‌ریزم، میخوام این کارو بکنم. خب این قاعدتا دست خودش میره، خودش یه سری چیزا رو انتخاب میکنه. من نمیخوام اینجوری باشه، میخوام خودم دوست دارم همونجوری که خودم دوست دارم پارتیشن بندی کنم. این دومی رو نمیتونم بزنم، چون اگه بزنم تمام ویندوز منو پاک میکنه، هاردمو خالی میکنه، به جاش برام اوبونتو میریزه. خب پس میرم مورد آخر something else continue. خب
خب حالا میرسیم به مرحله پارتیشن بندی. این مشکل کوچولو اینجا هم حل شد. خب در مورد اینکه حالا پارتیشن جی پی تی چیه فلان و این چیزا که توی ویدیو صحبت کرده بودیم در مورد بوت ای اف آی و این چیزا، لینکش میذارم اون گوشه، برید اون گوشه برید نگاه کنید. اما اینجا خب ببینید ما یه بوت دیوایس داریم اینجا آماده هست، یعنی احتیاج نیست دوباره بسازیمش. بنابراین من همین رو انتخاب میکنم که بوت لودرم بیاد همین توی همین پارتیشن نصب بشه. اما از این حافظه خالی که داریم من باید پارتیشن جدید ایجاد کنم. نمیتونم پرایمری ایجاد کنم چون دو تا پارتیشن احتیاج دارم، بنابراین مجبورم از لاجیکال استفاده کنم. خب ببینید اون اوایل شما میتونستین 4 تا پارتیشن پرایمری روی اون حالا حافظه که داشتین ایجاد کنید توی اون پارتیشن تیبلی که داشتین و این کم میومد. بنابراین یه مدت بعد از اون قضیه یه نوع دیگه از پارتیشن رو نام بردن به اسم لاجیکال که سیستم اونو یه پارتیشن خود کل لاجیکال رو به عنوان یه پارتیشن پرایمری میبینه و توی اون لاجیکاله ما میتونیم حالا بخش بخشش کنیم، کوچولو کوچولوش کنیم و پارتیشن های دیگه ایجاد کنیم که حالا اگه سیستمی داشته باشین که تعداد پارتیشن بالایی داشته باشه، یا تعداد حافظه‌اش زیاده که روی هر حافظه تعدادی پرایمری داره، یا اینکه از همین لاجیکال استفاده شده. خب پس من اینو میذارم لاجیکال و 33756 مگابایت میذارم برای پارتیشن روتم. به هوم احتیاجی ندارم چون این تست دیگه نمیخوام که استفادهش کنیم. خب میذارم برای این، اوکی میزنم تا این برام بسازه. خب یه دونه پارتیشن روت برام ساخته شد که قرار فرمت هم بشه به X4 سلکت شده. درستش هم همینه، البته من خودم یادم رفت سلکت کنم، ولی خب درستش همینه، X4 باید باشه پارتیشن روت. و یه مقداری باقی میمونه که میخوام ازش به عنوان سواپ اریا استفاده کنم که اونم باز همینجوری لاجیکال باشه. هر چی که باقی مونده اوکی میزنم. اما در مورد اینکه سواپ اریا چی هست، اینه که ببینید ما توی لینوکس یه قابلیتی داریم، اونم اینه که میتونیم یه بخشی از حافظه‌مون رو بذاریم کمکی رم. مثلا میگم 60% ما سواپینس اگه داشته باشیم میتونیم به اندازه 60% از چیزهایی که توی رم هستن و ما در لحظه احتیاجشون نداریم منتقل کنیم به حافظه سواپ و وقتی که لازم شد دوباره برشون گردونه توی رم. اینجوری عملا حافظه رم بیشتری به ما خواهد داد و خب یه چیز کاربردی هم هست که میگن قاعدش اینه که میگن 2 برابر حافظه رمتون سواپ ایجاد کنید. که اینجا ما ماشینمون 4 گیگ رم داره و من اومدم بهش 8192 یا در واقع 8 گیگ سواپ دادم و این برای هایبرنیت هم استفاده میشه. یعنی که هایبرنیت یه چیزی بین خاموش و اسلیپ هست و میاد همه قطعات رو خاموش میکنه بجز هارد شما. این هارد شما همینجور داره کار میکنه و از اونجایی که داره کار میکنه این همون استیت، همون حالتی که داشته رو نگه میداره، فقط اینکه قطعات کار نمیکنن و این یه حالت کم مصرفیه. برای هایبرنیت کردن سواپ خیلی به کارمون میاد که چیزی که توی رم هست رو میبره اونجا ذخیره میکنه و دیگه کارمون هم تمومه. این یه مگ اول و آخر هاردی که داریم کارش نمیشه کرد، همیشه میمونه. یعنی قاعدش همینه. خب همه چیمون آماده است، میزنیم اینستال ناو. فقط یکی دو تا آپشن کوچولو مونده، یکی این که اینو بعد کانتینیو بزنیم که بهش بگیم آره این دو تا رو فرمت کن برامو این شکلیش بکن. یکی از این دو تا کار کوچولو اینه که ما بعد ریجن انتخاب کنیم برای اینکه بهمون حالا ساعت و تاریخ و اینجور چیزا بده و فرمتش. حتی کانتینیو میزنیم. مورد آخر هم اینه که باید یه دونه یوزر ایجاد کنیم که من اسم یوزرمو میذارم تست و تست وی بی میذارم اسم ماشینمو. بعد یوزر نیمشم تست باشه، پسوردش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. خب لاگین اتوماتیکی نمیخوام، چیزای دیگه هم نمیخوام. کانتینیو میره رو مود نصب و شروع میکنه به نصب کردن. من میخوام لاگ هاشو ببینم که داره چی کار میکنه دقیقاً، بنابراین اینو فعال میکنم. این تیکه من تصویر خودم رو دیاکتیو میکنم و اینجا رو میذارم روی فوروارد تا وقت ویدیومون خیلی تلف نشه.
خب ریبوت کردیم، حالا اینجا اوبونتومون هست ولی ویندوزمون ویندوز بوت منیجرمون هم هست. خیلی خوبه. خب میریم وارد اوبونتومون میشیم ببینیم چه شکلیه. قدیما اینجوری بود که برای اینکه اوبونتو رو کنار ویندوز داشته باشیم وقتی که کارمون تمام میشد باید حتما کامند sudo update grub رو پیاده میکردیم که این توی دیسکریپشن براتون میذارم کامندش چجوری بود. اما الان خودش ویندوز بوت منیجر آورده. البته شاید من یادم رفته باشه، خیلی وقت دوال بوت نکردم، شاید 2 سال دوال بوت نکردم، اما در نهایت این که یادم اون موقع که من داشتم ویندوز 10 هم بود و زیر همه اینا یه آپشن به نام ویندوز 10 میموند. حالا من دوباره اون کامند sudo update grub رو پیاده میکنم ببینم که ویندوز 10 ویندوز 11 اضافه میشه یا نه. خب حالا اوبونتو ما بالا اومد، اینجا روی صفحه GDM هستیم. GDM یا GNOME Display Manager کارش اینه که ما رو لاگین میکنه. لاگین میکنیم 1 2 3 4 5 6 همون پسوردی که گذاشته بودیم و همون جوری هم که مشاهده میکنین یه چیزی جالبه اگه متوجه شده باشین بالا به فارسی نوشته بود ژانویه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما ریجنی که ما روی تهران ست کردیم دیگه کلا تمام فرمت ها رو به فرمت فارسی تغییر داده. همون فرمت های تاریخ و ساعت و اینجور چیز منظورمه، نه کل سیستم. کل سیستم که ما انتخاب کردیم انگلیسی باشه. خب این اولین صفحه‌ایه که روی اوبونتو به ما نشون میده و ما باید اینجا موسم اذیت میکنه. خب باید یه کاری کنیم، اونم اینه که باید درایورهای مربوط به ویرچوال باکس نصب کنیم تا صفحه‌مون بزرگ بشه. خب اینا نصب شد، ما حالا باید یه ریبوت بگیریم. این پیامایی که بهتون گفتم که نشون نمیده، یعنی زیر اسپلش مخفی میمونه. خب بچه ها این راب یه تایم اوت هم داره، این تایم اوتش رو باید دقت کنیم که به این صورته که جلست. خب تایم اوتش هم به اندازه 5 ثانیه هست فکر کنم، دقیقا مطمئن نیستم، ولی اگه نظرین دیگه طبیعتا خودش اتوماتیک میره روی حالت اولیه که همین اوبونتو هست و من اوبونتو رو میزنم تا بوت بشیم. خب این بالا اومد و دوباره روی صفحه GDM همونجوری که میبینیم بزرگ شده دیگه، ولی انقدری که اوبونتو منو پیر کرد سر این اینستالیشن واقعا فدورا منو انقدر پیر نکرد. البته اینستالیشن فدورا آسون سخت نیست، ولی منظورم خود فدورا بود. فدورا کلن RPM بیس ها من یه مشکلی که باهاشون داشتم این بود که کانفلیکت زیاد می‌خوردن، یعنی هی میگفت این پکیج با اون پکیج کانفلیکت داره، اینو باید حذف کنی اونو باید حذف کنی، اصلا یه وضعی. من بیشتر از یه ماه نتونستم روی یه دونه فدورا یه دونه RPM بیس بمونم و رفتم سراغ آرچ بیس ها و حقیقتا بهترین تجربه هم از لینوکس روی آرچ بیس ها بوده. برای همین به همه منجرا رو پیشنهاد میکنم. خب یه ایراد کوچولو داشتم، اونم این بود که من دوال مانیتور رو فعال کرده بودم و اوبونتو اومده بود ست کرده بود اینو. یه لحظه این بخش تا اینجاش دیدیم که من همش اسکیپ کردم، اینجا رو باید نو بزنم چون من دارم نمیخواد دیتای من فرستاد بشه برای اوبونتو که حالا خودش بهبود بده به من. چه من نمیخوام، من پرایوسی میخوام. این از این. خب لوکیشن سرویس هم نمیخوام. نکست اینا هم برای خودت نگه دارم، من هیچ کدومش نمیخوام. خب اوبونتو بالا اومده، داشتم میگفتم من اومده بودم دوال مانیتور فعال کرده بودم و کلیک اریای من به دوتاش اکستند شده بود. اگه بخواید ببینید روی مانیتور دوم من چه خبره، از این خبرها هست. و عرض به حضورتون که خب اینجوری بود، اینو من اجکتش میکنم. ویرچوال باکس تولز هست که از اینجا کاش که اجکتش کنم کلا دیگه نباشه. خب این قیافه اوبونتوه. اول از همه چرا من از اوبونتو بدم میاد؟ دلیل اصلیش تمشه. غیر منطقیه، ولی خب من از تمش خوشم نمیاد. یه تم نارنجی و بنفش و حالا گاهن قهوه‌ای خاکستری همچین چیزی، البته الان روی لایت مودشه. بریم تو ستینگش چرخ بزنیم با هم دیگه ببینیم. خب این ستینگشه که حالا بخش نتورک داره، بخش بلوتوث داره که ما بلوتوث نداریم روی در واقع ماشین مجازی هستیم. یه بک‌گراند و والپیپرش رو میشه عوض کرد که من همین الان باید عوض کنم وگرنه تمام اوضاع هم به هم میریزه. همین الان باید عوضش کنم و بذارم یه چیز دیگه.
این واقعا رو مخ منه، نارنجی بنفش خیلی بد فرم. خب میرم تو تب اپیرنس، اینجا دارک مودش رو فعال میکنم، بعد اوتو هاید داکش هم فعال میکنم. خب خوبه، توی نوتیفیکیشنش کاری نداریم، سرچش هم باز کاری نداریم. این منظورش اینه، یه لحظه، اینجا منظورش این سرچ هست. میگه توی این سرچ وقتی که سرچ میکنم چه چیزایی بیارم، میگه مثلا از فایل سرچ کن، از تاریخچه کلکیولیتر سرچ کن، از کلندر سرچ کن، از کرکتر سرچ کن، از پسورد ها چک کن و ترمینال رو نمیدونم دقیقا میخواد توش چی سرچ کنه. اپلیکیشن رو نشون میده. توی بخش پرایوسی یه سری آپشن ها داریم که اینو من بعد خاموش کنم، این با ایران مشکل داره. دیدین چی شد؟ این روش علامت سوال بود، حالا رفت. بعد لوکیشن سرویس که خاموش کردم، تاندربولت که من ندارم، فایل هیستوری رو من میخوام ترشمو بذارم بعد 14 روز همه چی رو پاک کنه، و فایل هیستوری هم میخوام بعد از 7 روز پاک بشه. منظورش تاریخچه استفاده از فایل ها، اسکرین لاک هم و بلانک اسکرین هم میذارم روی 12 دقیقه. این بعد از 12 دقیقه این صفحه خاموش بشه و بعد از این 3 دقیقه که خاموش شد قفل بشه. چیزی دیگه هم اینجا نداریم. آنلاین اکاونت رو که می‌بینیم چیه، شیرینگ مربوط به اونایی که میخوان یه لوکال ایریا نتورک داشته باشن و سرچ کنن و مثل هوم گروپ ویندوزی همچین چیزی. ساوند داریم اینجا که یه چیزی رو خواهم بتون نشون بدم، اینجا دقت کنید ببینید میشنوین، این ساده آلرت هاییه که اوبونتو برای خودش داره. بعد بخش پاور داریم که اینو من از قبل ست کردم، فقط برای ساسپندش میگه که 20 دقیقه بعد از اینکه تو حالت باتری بعد از 20 دقیقه برو رو ساسپند، که ما حالا فعلا روی پلاگ این هستیم و پلاگ این هم خاموشه. دیسپلیش بخش رزولوشن و اینجور چیزا داره، ماوس و تاچ پد که ماوسمون فعاله، کیبورد شورت کات داریم، پرینتر داریم، ریموویبل مدیا داریم، کالرز داریم، ریجن و لنگویج داریم و یونیورسال اکسس داریم. اینو شما میتونید فعالش کنین، یه چیز کوچولو اینجا میاد بالا و یه سری حالا قابلیت های نچندان جالب برامون فعال میکنه. توی بخش یوزر ما میتونیم به تعدادی که دوست داریم یوزر ایجاد کنیم یا اصلا حذف کنیم. این یوزری که من اینجا دارم تست، یه یوزر دیگه هم داریم به نام روت که کلا اون کاریش نمیشه که مثل معادل یوزر ادمینستر توی ویندوزه که بعضی وقتا یه چیزی میگه ران از ادمینستر که میزنیم، میگه حالا یه پنجره حالت بالاش یه چیز زردی هست، میگه حالا یس بزن یا نو بزن، میخوای دسترسی ادمینستر بهش بدی یا نه. دیفالت اپلیکیشنزش به عنوان وب براوزرش فایرفاکس داره، به عنوان میلش موزیلا تاندربرد داره، برای کلندرش بعد گنوم کلندر باشه. این یکی از ایرادات گنومه که کلندرش رو تشخیص نمیده، به جایش میشه تکس ادیتور قاطی کرده. بعد موزیکش ریتم باکس، ویدیوش ویدیو گنومه، فوتوش هم ایمیج ویور گنومه، دیت اند تایم هم که ست کردیم، اباوتش اینو با هم میبینیم که یه دونه اوبونتو داریم. خب این دوتا رو من بیارمشون این ور. خب این داکیه که اوبونتو داره که شما میتونید توش حالا یه سری چیزایی که دوست دارین رو نگه دارین. اگه ریموویبل مدیا کانکت کنین بهش میاد توی همینجا، بخش تقویم و ساعتشه و نوتیفیکیشناش هم توی این ایریا میاد. و اینجا هم که یه سری شورتکات ها داریم، به قول معروف میگن چیه، کنترل سنتره. و اکتیویتی هم اگه بزنید همچنین قیافه بهتون نشون میده، بهتون این ورک اسپیس هاتون نشون میده و بعد میتونید برید توی منو. توی منو یه سری اپلیکیشن داریم، بعضیش بازیه بعضیش اپلیکیشنه که کاملا مشخص هر کنیم چی هستن. به عنوان دیفالتش لیبر آفیس رو داره. بعد دیگه چی داره؟ چیزای زیادی نداره، تقریبا چیز خاصی روش نصب نیست. این بخش شما میتونید ریپوزیتوریاتون رو اوکی کنین و ترمینال داره. و یه چیز خوبی در مورد اوبونتو اینه که بای دیفالت آل کنترل تی براتون ترمینال باز میکنه. توی بقیه گنوم، اونایی که از گنوم استفاده میکنن به این دسکتاپ میگن گنوم، به این محیطی که داریم میگن گنوم. و من آخرین نسخه گنوم رو الان دارم، اینی که میبینید مال خودمه. و
یه چیز خوبی که داره اینه که ترمینال با آل کنترل تی باز میشه، توی بقیه گنوم ها مجبوریم بریم خودمون دستی ستش کنیم. اما یه مورد اون بود که من از اوبونتو بدم میاد، یه مورد دیگه این که خیلی کنده در مقایسه با سایر دیستروها، یعنی حتی از فدورا هم کندتره. فدورا توی بوتش خیلی کنده ولی اوبونتو از اونم دیگه کندتره، واقعا اعصابم خورد میکنه بعضی وقتا. دیگه آها، مورد آخر این سافتور سنترشه که حالا احتمالا الان باید یه کاتالوگ دانلود کنه. من بنابراین ویدیو رو یه پاز میزنم تا دانلود بکنه برگردیم. خب این کاتالوگش رو دانلود کرد، حالا یه همچین قیافه جلو رومونه، میتونه آپدیت ها رو بگیره، اونایی که اینستال هستن رو بگیره، میتونه از اینجا بزنید و برید حالا ساین این کنین و اینجور چیزا. تو بخش development میتونید برین IDE و text editor و اینجور چیزا بگیرید که چیزای خوبی هم داره. البته دلیلش هم اینه که از snap store داره اینا همشو میگیره، همه اینا رو از snap d میگیره و دقیقا مشکل این software centerش همینه که 80% پکیجی که اینجا از snap d گرفته میشه. حالا snap d بد نیست واقعا، خیلی چیز خوبیه، ولی وقتی که بشه ما از پکیج منیجر رسمی و ریپوزیتوری رسمی یه دیسترو استفاده کنیم، چرا واقعا باید بیایم از snap d استفاده کنیم؟ این مورد اول. مورد دومی که اینجا فقط سافتورا رو میاره، سال سافتور نگیم، فقط اپلیکیشن ها رو میاره، یعنی شما اگه یه پکیج بخواید مثل نئوفچ شما نمیتونید بگیرینش، مجبورین از ترمینالتون استفاده کنین. من میذارم sudo apt get install نئوفچ، پسورد هم میزنم و میره برام دانلود میکنه و نصب میکنه. در این مورد من پیشنهادم اینه که اگه میخواین از اوبونتو استفاده کنید، سافتور سنتر خودش رو بیخیال شید و برید سیناپتیک پکیج منیجر رو بریزید. اما اگه کلا میخواین اوبونتو رو انتخاب کنید، اوبونتو خیلی محیط خوبی برای کد زدن، خیلی محیط مناسبی برای بیگینرز و برای یادگیری لینوکس، اما این خود اوبونتو رو من اصلا خوشم نمیاد. بنابراین اگه میخواین یه اوبونتو بردارین، برین کوبونتو رو بگیرین که با KDE باشه و خب طبیعتا بهترم هست. من این نئوفچ رو، اینم نئوفچ مثلا، برین کوبونتو رو بگیرید برای KDE. اگه میخواین یه اوبونتو بیس داشته باشید، اینم همین حالا آپدیتش اومد، برید پاپوس رو بگیرید برای گنوم و سینمون هم اگر که تازه میخواین بیاین به لینوکس و میخواین یه محیط شبیه ویندوز داشته باشین، سینمون براتون مناسبه. بنابراین لینوکس مینت رو بگیرید. و خب گفتم چرا من از اوبونتو بدم میاد اینجور چیزا، بقیه چیزاش همش مال گنومه و چیزی نیست که من بخوام در موردش صحبت کنم، یعنی مربوط خود اوبونتو نیست. تم بدریختش هم که داریم میبینیم، البته نظر من بدریخت بعضی خیلی روش تعصب هم دارن، حتی میگن خیلی قشنگه، میل خودتونه. خب یه دونه هم آپدیت کراپ بگیریم ببینیم اون اضافه میشه یا نه. sudo update crop 1 2 3 4 5 6 و یه آپدیت کراپ با هم داشته باشیم. میره میگرده هر چیزی که پیدا کنه اضافه میکنه. بوت منیجر ویندوز رو پیدا کرد، چیز دیگه پیدا نکرد، عجیبه. پس من یه کار دیگه میکنم، sudo apt get install crop customizer. و مثل این که همینه. یه کار دیگه میکنیم، بریم توی ریبوت ببینیم اصلا با این بوتلودر ویندوزه ببینیم کارمون میشه یا نه. اگه بشه خب چه بهتر، اصلا دیگه هیچ وقت احتیاجم به این sudo update crop نداریم. بریم ببینیم چی میشه. آره دقیقا رفت رو ویندوز، چه خوب، قدیما اینجور چیزی نداشتیم. این خیلی خوبه واقعا، قدیما نمیتونستیم این کار رو انجام بدیم، باید حتما به صورت دستی ویندوز رو اضافه میکردیم، الان خیلی خوب شده. پس این الان حس کرده که بوتلودرش دستکاری شده، به خاطر که ما توی اون درایو اومدیم بوتلودر گرابمونم نصب کردیم، داره دنبال ارور رو فیکس میگرده، میخواد ببینه حالا میتونه درستش کنه یا نه. البته من که نمیذارم این کار بکنه، ولی آره میخواد ارورشو. این احتمالا مال چی هم هست، اون پارتیشن بندی که ما انجام دادیم، یه سری تغییرات ایجاد دادی، یه سری تغییرات انجام دادیم، احتمالاً مال اونم هست، میخواد اونم درست کنه. حالا تا این درستش میکنه پس من یه پاز میزنم.
خب یه ریستارت شد، حالا داره سعی میکنه بالا بیاد. به به، خیلی خوب شده واقعا. قدیما اصلا اینجوری نبود. خیلی خوب شده، خیلی خوب شده. میتونم الان بگم اوبونتو قابل تحمله. یه سری حالا فیچر و اینا بهش اضافه شده، خیلی خوبه. خب فکر کنم کارمون تمام باشه دیگه. پس من اینو برمیگردم روی اوبونتو. ماشینم رو باید ریستارت کنم و برمیگردیم روی اوبونتو. پس من یه پاز میزنم. آه راست، این یه چیزی اینجا شده بود 10 ثانیه، من حواسم اصلا بهش نبود. اینم محیط گراب، اگر که نمیدونین گراب بوتلودر لینوکس. و چیز دیگه هم نداریم، بریم دیگه. خب فکر کنم همه چی گفتیم، چیزی نمونده. و اینم از این ویدیو امروزمون تمام شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. برام توی کامنت نظراتتون رو بنویسین. از اوبونتو خوشتون میاد، خوشتون نمیاد؟ اگه خوشتون میاد چرا، اگه خوشتون نمیاد باز چرا؟ و امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید و روز خوش. بدرود.